دوباره خوش آمدین بیننده های عزیز. ادامه برنامه اسراریوا هست و در این بخش برنامه جناب آقای شهیر عظیمی از جمله دانش آموزان عزیز با ما هستند و میخوایم صحبت بکنیم در ارتباط به فعالیت های فرهنگی هنری در مکتب و بیرون از مکتب و ویژگی های یک دانش آموز موفق، چه برنامه ها، چه پلان ها و چگونه تقسیم اوقات باید داشته باشه یک دانش آموز. صحبت های جناب آقای شهیر عظیمی میشنویم. سلام بر شما، خیلی خوش آمده. خوش باشین، چکر. سلام، سلامی به بزرگی آفتاب، سلامی به زیبایی آسمان و وسعت دریا، به روی زیبای تک تک شما بزرگواران، سلامی به زیبایی گل سرخی که همیشه بماند و همیشه بتراود. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که هرچی آفرینش است از آن اوست. این جانب شهیر عظیمی ولد عبدالجبار می باشند که متعلم صنف دهم از لیسه سلطان غیاث الدین غوری می باشند. شهیر تشکر، خیلی خوش آمدین جناب آقای عظیمی عزیز. تشکر، زنده باشید. یک دانش آموز چی ویژگی هایی باید داشته باشه؟ در افغانستان دانش آموز ها ویژگی های خاص خود خور دارند. ویژگی های افغانی که هستن یا به نگاه دیگر میگیم دانش آموز های افغان، بیشتر سعی و تلاششان بر این باشه که تا بتوانم یک زندگی مرفه، یک زندگی بسیار راحت و یک آینده خوبی برای وطن خود ایجاد کنند. چرا که همه دو شاگرد ها، بیشتر شاگرد های خارج یا خارج از کشور، تلاش برازی می کنند تا بتوانند به خود خو یک امید داشته باشند، تا بتوانند زندگی خود خور پیشرفت بدن. ولی ما، تلاش ما شاگردان افغان این باشه که تا بتوانیم یک صلح، یک کشور با آینده درخشان و زیبا و یک کشوری را که خودکفا باشه ایجاد کنیم. و دانش آموزان اهداف مختلفی دارند که مثلا بیشتر از دانش آموزان اهداف از آنها این می باشه که بتانند کشور خور ترقی بدن. بله، دقیقا. تشکر. جناب آقای عظیمی عزیز، شما من حیث یک دانش آموز چه حس و چه برنامه و چه پلان دارند برای آینده خود؟ من اول برای زندگی خود، برای هدف خود، برای رسیدن به هدف خود، از هر یا از تک تک ثانیه زندگی خود یک هدف، یک تقسیم اوقات دارم که بر اساس پلان تقسیم اوقات خود بر زندگی خود پیش میرم و امیدوارم که هر شخصی که هدفی داره واقعا تلاش میورزه برای رسیدن به هدف خود، یک تقسیم اوقات یا یک هدف مشخص داشته باشه که توسط از او میتوانه به او چیزی که میخواهه حتمی و یا حتما برسه. دقیقاً. و انشالله که شما هم، امیدوارم با آنچه که میخواین و هدف و آرزوی شما هست، در زندگی رسی پیدا بکنین. جناب آقای عظیمی، به نظر شما یک دانش آموز وقتی که مصروف دروس مکتب هست، آیا تنها هم کفایت میکنه یا نه؟ باید جدا از دروس مکتب فعالیت های بیرونی هم داشته باشه، فعالیت های فرنگی، مطالعات فرادرسی هم داشته باشه. چقدر میتونه اینا کمک بکنه؟ 100%. ما در کتاب های درسی و در همه جا میبینیم که کشورهای جهان چرا پیشرفت کرد. پیشرفت از او بیشتر به خاطر ازی بود که مردم از آنها در پهلوی ازی که درسهای مکتب خود را مطالعه میکردند، آنها میکوشیدند تا مطالعات و با فرهنگهای دیگر کشورها و جامعه دیگر آشنایی پیدا کنند و میکوشیدند تا یک کشور خود را به یک جا و یک پیشرفت برسانند. به خاطر همی 100% برای هر شخصی که یک هدف برای زندگی خود داره، برای یک کشور، یک ملت خود داره، نیاز می باشه که در پهلوی ازی که درس می خونه بتوانه مطالعات بیرونی در وارد کشورها، در همه، در باره همه چیز داشته باشه تا بتوانه بسیار ذهن خود پرورش بده. و ما اصطلاحات زیادی داریم درباره از اینکه وقتی که ما یک شخص درس میخونه، بر علاوه درس های مکتب که وقتی که معلومات اضافی در برای خود جمع آوری میکنه، میتوانه ذهن خود پرورش بده. کمی معلومات اضافی پرورش ذهنیت هم یاد میکنند. بله، دقیقا. و انشالله امیدوارم که تنها عده محدودی از دانش آموزا متکی به
دروس و مطالعات فرادرسی نباشن، بلکه تمام دوستان بله، و دانش آموزان عزیز چرا که به مطالعات فرادرسی علاقمند داشته باشن و بتونن پیش ببرن. جناب آقای عظیمی، خود شما من حیث یک دانش آموز چه احساس دارین وقتی که قدم مگذارین به طرف مکتب و میخواین درس بخونین؟ امکان داره همین نصف روزی که شما به مکتب میرین، اگر به یک جا و به یک شغل برین، در طول یک سال دو سال بتونین خوب حرفه‌ای بشین، چه احساسی دارین وقتی به طرف مکتب میرین؟ جناب آقای نیکزاد، سوالی که شما کردیم برای هر شخص متفاوت میباشه. اشخاصی دارن که واقعا در پی درس میآیند، واقعا میخوایند یک زندگی مرفه داشته باشند، واقعا یک آینده بسیار زیبا برای کشور خود میخواهند، چرا که ما شاگردان گوهرهای یک کشور میباشند، گوهرهای یک ملی یک کشور میباشند. هدف ما وقتی که هر قدم خور به سوی مکتب میگذارم، به فکر عظیم شوم تا بتوانم درس بهتر یاد بگیرم، به خاطر که خداوند متعال میفرماید اقرا بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگاری که تو را خلق کرد، خلق الانسان من علق، که خلق کرد تو را از خون بسته، و علم بالقلم، و بر تو علم آموخت همراه با قلم. یعنی چه؟ یعنی هر قدر که ما درس و کوششی بکنیم او بسیار برای ما مفیده. و وقتی که من حس من اینه که وقتی که به طرف مکتب قدم میگذارم، بسیار یک حس خوشنودی برام درس میده، بسیار یک حس دست نیافتنی، چرا که من میتوانم آینده کشور خو اگر خواست الله متعال باشه به یک جای برسانم. و همینطور خواهر عزیزم که برلاوه از اینکه همه که مکمه دارم، همه شاگرد ها در وجود آنها موجود باشه. بله، تقسیم اوقات روزانه شما معمولا چگونه جناب آقای عظیمی، و یک دانش آموز موفق چگونه تقسیم اوقات باید داشته باشه؟ تقسیم اوقات ها مختلف می باشه، چرا که بعضی اشخاص برلاوه از اینکه مکتب میان، برلاوه از اینکه دروس جداگانه ای را می خوانند، یا در کورس می روند یا به کارهای مشغول می باشند. پس تقسیم اوقات ها از اندیگر متفاوته، ولی تقسیم اوقات ما از 4 صبح شروع و تا ختم شب تا 1 یا 2 شب می باشه. و همینطور که برای هر شخص تقسیم اوقات مختلفه، روزها هم برای من مختلفه، چرا هر روز برای از اینکه انسان باید همیشه نماز خود را ادا کنه، درس های خود بخونه. همیشه بچه ها کوشش کنین که در صبح درس بخونیم، چرا که ذهن انسان در صبح بسیار آرام می باشه و هر مطلبی را به بسیار آسانی می آموزه. بله دقیقا، و انشالله که امیدوار هستم دانش آموزان عزیز ما حتما به فکر این مورد هستن و کوشش میکنن باشد. که برنامه های خود در طبق یک تقسیم اوقات منظم و یک تقسیم اوقات خوبی رو پیش ببرن، چون که وقتی دانش آموز میتونه موفق باشه که یک برنامه خوب، یک برنامه منظمی داشته باشه، هم به تفریح برسه هم به درس برسه. بلی. نه تنها بعضی از عزیزان تنها تفریح در نظر میگیرن، درس در کنار میگذارن. به نظر شما چقدر میتونه بر روی آینده از اونا تاثیر منفی داشته باشه؟ اگر باز هر دو تا مد نظر بگیرم چقدر خوبه، و اگر یک مد نظر بگیرم چقدر بده؟ بدون شک ما یک مثال زنده ای را برای شما پخش کنیم یا بحث بگیریم. به نظر شما یک شخصی که بالای هدف خود روز و شب تلاش میکنه و در کنار از او تفریح هم میکنه، او میتونه زودتر به هدف خود برسه، یا او شخصی که اصلا تلاش نمیکنه مگه خود از اون میه به طرف ما، خود از اون هدف ما بره مهیا میشه، در حالی که در زندگی واقعی یا در واقعیت هرگز چنین چیزی به وجود نمیه. پس هر کس باید تلاش خود رو هم بکنه، برلاوه از این که تلاش بی‌نهایت میکنه، درس بی‌نهایت میخونه، باید یک وقت معین برای تفریح هم برای خود ایجاد کنه، چرا که تنها درس بخونه ذهن از او بسیار درگیر مشکلات میشه و نمیتونه به سادگی بر همه چیز غالب بشه. پس بهتر اینه که هر دو تا همزمان با هم پیش ببره. بله دقیقا، وقتی که هم تفریح و هم درس باشه، هم خسته کننده میشه درس، بلکه برعکس میتونه به طور درست و سیتر و گفته شما جذابتر پیش ببره. و
ولی اگر ما باز درس هم تنها مد نظر بگیریم، تنها مطالعه و درس و فعالیت های فرهنگی، باز هم خسته کنه. پس چقدر خوبه که طبقه یک تقسیم اوقات منظم و درسته به پیش بریم. جرم آقای عظیمی چه گفتنی و چه صحبت و چه پیام دارن برای جوانان، نوجوانان و همچنین نوسالا و دانش آموزان عزیزی که بیننده برنامه اسراری با هستن؟ پیام اولین پیامی که ما دارم تشکری از مدیر مکتب داریم، مدیر مکتب سلطان غیاث الدین غوری که بسیار زحمات زیادی برای مکتب ما کشیدن، اساتید بزرگوار که مدیر صاحب محترم در نظم و دیسیپلین مکتب ما بسیار تلاش ورزیدند، و همینطور از اساتید محترم که در هر ثانیه برای ما تلاش کردند تا آینده ما یک آینده مرفه و پیشرفت کنیم، در آینده خوب آینده خوبی را داشته باشیم. و یک پیام ما برای دانش آموزان اینه باشه که تا می توانید تلاش کنید، از تلاش خود دریغ نورزید، چرا که وقتی که تلاش میکنیم زندگی خود و فامیل و جامعه یا یک ملت کشور خود میتونن رو به پیشرفت ببرن. و به خاطر همی پیام ما، نه بلکه به خاطر یک کشور بلکه به کل جهان ایمه باشه که بتوانید از زندگی خو یک هدف داشته باشین تا بتوانیم یک تلاش مشخص برای رسیدن به هدف خو انجام بده. تشکر جناب آقای شهیر عظیمی، دانش آموز موفق، از اینکه در برنامه امروز اسراریوا با ما بودین. تشکر. و سپاس از همه عزیزانی که تو این لحظه بیننده برنامه اسراریوا بودین. رسیدیم به پایان برنامه. از حضور شما خوبان مرخص میشیم. خداوند یار و نگهدار شما باد.